توی این ویدیو با هم دیگه گالری رو برای سایت خودمون درست میکنیم، گالری که هم عکس ها رو خودش برامون بچینه بر اساس سایزشون و همین که وقتی که روشون کلیک میشه بتونن مخاطبان سایتمون عکس ها بزرگ شده ببینن. و اگر که توضیحی بر هر کدوم از عکس ها داریم قابل خوندن برای ویزیتور هامون باشه. بریم یه دونه از همین گالری برای خودمون مجدد درست بکنیم. یه موردی هم که در رابطه با ریسپانسیو بودنش بود که خدمتون گفتم اینه که خیلی برای گالری مهمه که توی تبلت، توی موبایل و توی دسکتاپ، توی همگی اینها به خوبی نمایش داده بشه. ببینید الان مثلا توی دسکتاپ این شکلیه، وقتی که من توی تبلت بازش بکنم چون فضا کوچیک‌تره عکس ها باز جمع میشه و به یه شکل دیگه نمایش داده میشه، و اگر که توی گوشی باشه و بازم میبینید که این عکس ها چیدمان خودشون رو بر اساس سایز صفحه تغییر میدن و هیچ مشکلی برای گالری ما پیش نخواهد اومد. خب بریم با هم دیگه یه گالری بسازیم. من اینو پاک میکنم، از اودین بیلدر میریم سراغ ماژول هامون و توی این ویدیو ماژول گالری رو با هم دیگه بررسی میکنیم و استفاده میکنیم. برای اون دسته از دوستان که نمیدونن این الان از کجا اومد این گالری، شما باید از سایت اودین کودز این برنامه اودین بیلدر رو دانلود بکنید و استفاده بکنید. باید حتما این رو اول نصب کرده باشید روی سایتتون و بعد میتونید ازش استفاده بکنید. خب اول ما میریم توی گالریمون و اول باید عکس انتخاب کنیم و عکس اضافه کنیم به گالریمون. هم من سه تا آپشن دارم، هم میتونم از پیکسابی که یک سایت رایگان هست که این عکس‌ها رو در اختیار قرار میده استفاده بکنم، میتونم اینجا سرچ بکنم برای عکسام، هم میتونم از عکسایی که قدیم توی سایت داشتم استفاده بکنم، مثلا عکسی که الان بود. حالا مثلا ما میتونیم این عکس رو استفاده بکنیم که یه عکس از گالریمون استفاده کرده باشیم، و همزمان من میتونم عکس آپلود بکنم خودم از داخل کامپیوترم. روی این گزینه کلیک میکنم، میرم توی فولدری که عکس هم هست و عکس هایی که دارم رو انتخاب میکنم و اوپن رو میزنم و ثبت میکنیم تا عکس هامون توی سایت آپلود بشه. بعد همونطور که میبینید هر کدوم از این عکس هایی که برای گالری داریم انتخاب میکنیم تیک داره و من میتونم هر موقعی که بخوام این تیک رو بردارم و عکس هم دیگه تو گالری نخواهد بود. خب همه عکس آپلود شد، افزودن به گالری رو میزنیم و میبینید که عکسامون اینجا. حالا من مثلا اگر بخوام این عکس رو بیارم پایین تر میتونم جاهاشون رو با هم دیگه عوض بکنم، تو جاهای مختلف بذارم و برای هر کدوم از اینها میتونم توضیحی داشته باشم. مثلا می‌نویسم پول ساختمان که بعداً ببینید که این به چه صورتی نمایش داده میشه، مترو، تاکسی و استیک. خب یه سری از اینها رو من توضیح گذاشتم براش. بروزرسانی گالری رو که میزنیم میبینیم که گالریمون بخش عمدهش درست شد، یعنی همین الان اگه من ذخیره رو بزنم گالریمون رو دارم. خب این گالری به چه صورت کار میکنه؟ اگر که ما دو تا حالت داریم، اگر که سایز عکس هامون با هم دیگه یکی نباشه، الان میبینید همه این عکس ها افقیه، من اگر یه عکس عمودی اینجا اضافه بکنم مثل این عکس، میبینید که ارتفاعش از ارزش بیشتره. این موقع است که این وقتی که گالری درست میکنی تو اکثر مواقع عکس ها به هم ریخته میشن، ولی وقتی که من توی این برنامه این کار رو میکنم، این خودش اینها رو به یه صورتی میچینه که اون مشکل پیش نیاد و یهو یه دونه پایینشون نمیذاره که فضای خالی زیادی ایجاد بشه. خب
بذارید من یکی دو تا دیگه مربعی با ارتفاع زیاد باز بزنم اضافه بکنم. حالا دو تا اضافه کردم که ببینید، یکی دیگه هم اضافه میکنیم. این عکس و به روز رسانی میکنیم و ذخیره رو میزنیم. خب وقتی که من ذخیره رو میزنم میبینم که این عکس ها رو خودش برای اساسی که با هم دیگه درست چیده بشن برای من نشون میده. میبینید که عکس ها تا اونجا که ممکنه جوری چیده شدن که فضای کمی خالی بمونه توی گالریمون. خب در این حال من میتونم اینها رو همونطور که دیدید جابجا بکنم. خب دو تا حالت داریم، یکی این حالته که دارید میبینید که عکس‌ها به صورت بزرگ و یه جوری که فضای بینشون زیاد خالی نباشه چیده میشه. یه حالت دیگه هست که بند انگشتی، یعنی ما نمیخوام خیلی از فضای سایتمون اشغال بشه توسط عکس. عکس‌ها رو به صورت کوچیک توی برش‌های کوچیک بغل هم خواهیم دید و خب این فضای کمتری رو برای سایتمون داره و کمتر فضا اشغال میکنه. الان مثلا ببینید من چند تا عکس رو دوبار توی گالری اد کردم، اینها رو میتونم به راحتی کم بکنم که عکس تکراری داخل سایتم نباشه. بله، بعد میتونیم بریم سراغ بخش بعدی. اکثرا از این مدل که ماسونری بهش میگن انگلیسیش، که فارسیشو نمیشه واقعا کلمه درستی براش نوشت، من چسبانه کاری نوشتم، میچسبونه بغل هم دیگه. حالا بعد من میتونم اندازه عکس ها رو کوچیکتر یا بزرگتر بگیرم. اگه میخوام که خیلی هم بزرگ نباشه میتونم عکس ها رو توی سایز کوچیکتر بغل هم بذاره، یا میتونم حالت بزرگ رو انتخاب بکنم که عکس ها از همونی هم که بود بزرگتر نشون داده بشه. بعد ما برای نمایش اون توضیحات میتونیم سه تا آپشن داشته باشیم. یکی اینکه اصلا توضیحات رو نمایش نده، اون توضیحاتی که من نوشتم رو. یکی اینکه وقتی مصرف روش نمایش بده. یکی هم زیر هر کدوم از اون عکس ها اگر توضیح وجود داره اضافه میکنه، که میبینید اینجا اضافه کرده. من حالت دوم رو انتخاب میکنم چون این کمک میکنه نظم بین عکسام بهتر باشه. برای هر کدوم از عکس‌ها وقتی که روش کلیک میشه من دو تا حالت دارم. این که یکی عکس رو به همون حالتی که اکثرا شما تو سایت ها میبینید که تا میزنید و میرید توی فقط عکس و باید دوباره بک بزنید تا برگردید داخل سایت، من اون مورد رو خیلی پیشنهاد نمیکنم. این حالت لایت باکس که توضیح هم دادم به چه صورت هست، وقتی انتخاب بکنید وقتی روش کلیک میکنید بزرگتر میشه و میتونید اونطوری ببینید. بعد حالا ما میتونیم اندازه عکس رو وقتی که روش کلیک میکنیم انتخاب بکنیم که وقتی که روش کلیک میشه کدوم یکی از اندازه ها رو برای ما بزرگ بکنه. خب من مثلا میتونم لارج رو داشته باشم، میتونم یکم بزرگتر از اون رو هم انتخاب بکنم و اون رو انتخاب میکنم. خب حالا میتونیم بریم سراغ بعدی. اول من بهتون نمایش میدم که تا الان به چه صورت شد سایتمون و وقتی که روش کلیک میکنیم چجوری عکس ها رو نشون میده. میبینید که عکس ها بزرگ میشه وقتی که من روش کلیک میکنم، هر کنون از عکس ها به صورت بزرگ شده میبینم. حالا ببینید وقتی که من با موس روی هر کدوم از این عکس ها میرم، اونهایی که توضیح داره میبینید که توضیحشون نشون میده. من یکم زوم میکنم که ببینید، میبینید که مثلا مترو، استیک یا هر کدوم از اونهایی که من گذاشته بودم، تاکسی، ساختمون، اینها رو میبینید که
نمایش میده. خب حالا بریم برای اینکه گالریمون رو یکم زیباتر کنیم اگر که میخوایم طرحی بهش بدیم. خب میریم تو بخش طرح. حالا تو طرح من میتونم فاصله بین این عکس‌ها رو کم و زیاد کنم. میتونم مثلا میبینید که فاصله بینشون بیشتر یا کمتر بشه. میتونم به هم بچسبن اصلا. میتونه یه ذره با هم فاصله داشته باشه. خیلی هم مثلا این حالت رو استفاده میکنن. فاصله نداشته باشن. حالا ما روی 10 میذاریم. بعد من میتونم برای هر کدوم برای عکسامون یه فریمی درست بکنم، یه حاشیه‌ای درست بکنم. اینجا مثلا میتونه خطچین یا یک دست باشه. من یک دست انتخاب میکنم، یه رنگی براش انتخاب میکنم، مثلا آبی. بعد میتونم بگم که مثلا زیر همشون فقط آبی داشته باشه این اندازه. مثلا من رنگشو زرد میکنم، مثلا میتونم این رنگ رو هر چی که خواستم انتخاب بکنم و مثلا میگم پایین و بالاش داشته باشه، یا میتونه از همه طرف این وجود داشته باشه، از چپ و راست 4 پیکسل، از بالا و پایین 3 پیکسل. و من میتونم دورش رو هم گرد بکنم، یعنی میتونم همونجوری که میبینید عکسامو از سمت بالا چپ، بالا راست، پایین چپ و پایین راست تغییر بدم. مثلا من میتونم یه گالری به این شکل داشته باشم، یه حالت کلاسیک بهش داد با اون رنگ. و میتونم براشون سایه هم داشته باشم، مثلا یه سایه. من میتونم رنگ توسی رو با بردن این به این سمت رنگ توسی انتخاب بکنم و بگم از سمت چپ و راست یکم بره راست و از بالا پایین یکم بیاد پایین و یکم مات باشه و پخش شدنش که اینقدر فکر کنم کافی باشه. خب این هم از طرح‌بندی هامون. و میتونم هر موقعی که بخوام، وقتی که شما این علامت ها رو توی صفحه میبینید، توی نوار ابزارمون میبینید، میتونید روشون کلیک کنید و تو همون لحظه ببینید که توی تبلت به چه صورت دیده میشه عکس ها و توی گوشی به چه صورت عکس هاتون دیده خواهد شد. و اگر که ازش راضی بودید اون موقع ذخیره رو میزنید و بعد انجام شد رو میزنید و کار تمامه و گالری خودتون رو دارید. تو که میبینید عکس ها پخش میشه و کاملا ریسپانسیوه. حالا یه آموزش هم من همینجا خدمتون بدم. من مثلا گالریمو تو این صفحه درست کردم. اگه خاطرتون باشه این همون سایت رستوران ما بود که توی آموزش‌های پایه با هم دیگه روش کار کردیم. من میرم تو صفحه اصلی. من میتونم از این استفاده بکنم چند تا جا. مثلا گالریمو اینجا ساختم، روی تنظیم گالری میزنم. این دکمه که داریم ذخیره کردم به عنوان، یعنی اینه که من اینو ذخیره بکنم برای دفعه بعد استفاده بکنم. مثلا تو هر جای دیگه، تو هر سایت دیگه میتونم از این، یعنی تو هر صفحه دیگه سایت هم میتونم ازش استفاده بکنم. وقتی که اون دکمه رو میزنید این صفحه براتون باز میشه و میتونید یه اسمی براش بذارید، مثلا گالری کلاسیک. ذخیره رو که زدید میتونید انجام شد رو بزنید و این توی سایت شما سیو میشه. حالا اگر که من برم توی صفحه اول رستوران خودم، میتونم مثلا انتخاب کنم که کجا این گالریمو بذارم. اول صفحه یه ریفرش میکنم که اون گالری که سیو کردم توی تنظیمات قرار بگیره. مثلا من میتونم گالریمو مثلا اینجا داشته باشم، بالای رزروم. حالا میستیم تا صفحه ریفرش بشه. خب حالا میایم داخل صفحه اولمون و گالری که سیو کردیم رو اونجایی که میخوایم اضافه میکنیم.
اول روی اودین بیلدر میزنیم، میام اونجایی که میخوایم، روی به اضافه میزنیم. اینجا دیگه ماژول ها رو انتخاب نمی کنیم، میریم توی ردیف ها. توی ردیف ها، توی گروه، من تمام ردیف هایی که ذخیره کردم رو میتونم اینجا داشته باشم. ردیف های ذخیره شده، گالریم اینجاست، میگیرم میکشمش هر جایی که بخوام. مثلا میتونه این زیر باشه یا این بالا باشه، چون یه ردیف کامله نمیتونه داخل جای دیگه باشه، یه ردیف کامله و توی جایی که ردیف میتونه قرار بگیره، مثلا اینجا میتونم اضافهش بکنم. اینجا ولش میکنم و میبینید که گالریمون اینجا اضافه شد. و اگر که من بخوام که حالا این گالری مثلا وسطه، اگه بخوام به دو طرف هم بچسبه، میتونم عرضش رو از حالت ثابت به تمام عرض تغییر بدم و فاصله هاش رو، عرض محتواش رو هم تمام عرض بکنم. میبینید که عکس ها به صورت کامل به دو طرف میچسبه و میتونم حالا باز فاصله هاش رو کمتر بکنم، ولی فکر کنم اندازه خوب باشه. میبینید که گالری اضافه شده، انجام شد اعمال تغییرات و میبینید که به سایتمون، گالریمون اضافه شد و به زیبایی کار میکنه و نمای خوبی رو به سایتمون داده. باز خدمتمون دست از عزیزان که نمیدونستن این گالری رو چجوری باید بیارن و این برنامه از کجا اومد، اودین بیلدر، وارد سایت اودین کودز بشید و از اونجا میتونید این برنامه رو برای سایت خودتون دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. ممنون از همگی، امیدوارم که ویدیو خوبی بوده باشه و کمکتون بکنه. روزتون خوش، موفق و پیروز باشید.